تولید جوان این هفته هم با همکار خوبم رضا صابر خواهیم بود ببینیم چه مطالبی رو برامون خواهد داشت. رضا عزیز درود بر تو. درود بر تو بهنود عزیز. چندی پیش امام جمعه مشهد حجت الاسلام بر مسلمین سید احمد العلم الهدا اظهار داشت که بسیج باید در همه جا قهرمان اجرای امر معروف و نهی از منکر باشه. سید احمد علم الهدا گفت برادران بسیجی بدانید اگر امروز روسری خواهر شما در این انقلاب و نظام 4 انگشت عقب رفته و تار مویی از سر او مشاهده شده باید به تعداد تارهای موی او که نامحرمان دیده اند کشته بدهیم تا دوباره آن روسری به جلو کشیده شود. اول از همه من برای آقای رفسنجانی نگران شدم. چرا؟ عکسی از ایشون دیدم که در سمت راستش دختر بعد حجاب نشسته و 4 انگشت از روسریش عقبه. بعد یه تحقیقم کردم که ببینم با وجود این همه بعد حجاب چند نفر باید کشته بشن تا روسری ها به جلو کشیده بشه. عرض کنم خدمتت بهنود جان هر سر هر خانومی حدوداً 100,000 تا تار مو داره. بعد با یه حساب سرانگشتی میشه فهمید که حدود 25,000 تا تار مو از هر خانومی که روسریش فقط 4 انگشت عقب باشه دیده میشه. حالا یکم هم تخفیف میدیم میگیم 20,000 تا تار مو، یعنی درخواست امام جمعه مشهد از بسیجی‌ها اینه که در ازای هر خانم بعد حجاب 20,000 نفر آدم بکشن. برای هر 10 نفر بعد حجاب 200,000 کشته و برای هر 100 نفر بعد حجاب 2,000,000 کشته و برای هر 1,000 نفر بعد حجاب 20,000,000 کشته و برای 10,000 نفر بعد حجاب باید 200,000,000 نفر کشته بدیم. خب من فکر میکنم تعداد بد حجابا تو ایران حالا خوشبختانه یا بدبختانه خیلی بیشتر از 10,000 تا یا 100,000 نفر باشه و ما به اندازه کافی تو ایران آدم نداریم که کشته بشن تا این روسری ها به جلو کشیده بشه و این آقایون من جمله امام جمعه مشهد مجبورن فرای مرزهای ایران آدم بکشن تا این روسری های خانم های بد حجاب به جلو کشیده بشه. بعد دیدم خب منطقی به نظر میرسه که اگه بعضی از کشورهای آزاد دنیا با یک چنین جهانبینی که این آقایون دارن، با یک چنین تفکری که این آقایون دارن، اگه اینا دانش، اگه دستشون به دانش ساخت بمب اتم برسه دیگه خدا میدونه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بسیار عالی، خیلی خوب. بعد سری هم به بلاگ ها زدیم طبق معمول که موضوع بدحجابی بود و این حرفا، که نسرین در بلاگش نوشته که تصمیم درباره لباسی که می‌پوشیم جزو خصوصی ترین بخش زندگی ماست، اینکه چگونه در مقابل دیگران ظاهر شویم و به بهترین صورت ممکن و دلخواه ظاهر شویم یک نیاز اساسی و مهم است. چطور میتوان ده ها سال یک انسان را مجبور کرد یک نوع لباس خاص بپوشه؟ من اگر حالم از شلوار به هم میخوره و عاشق دامن هستم چرا مجبور باشم تمام روزها و سالهای زندگیم شلوار بپوشم؟ ادامه داده که من دوست دارم موهام هوا بخوره و بازوهام از نور مستقیم خورشید بسوزه. تا کی پیراهنهای قشنگ داخل ویترین رو ببینم و پروف کنم ولی بعد مانتو و شلوار بخرم؟ مانتو شلوار، مانتو شلوار، مانتو شلوار، مانتو شلوار، آخه دیگه خسته شدم و تحمل ندارم. و یک بلاگ دیگه به اسم بلاگ خلق که خیلی جالب نوشته، دعای سال 2008 رو نوشته که گفته خدایا به من صفای دل و قلم شریعتی، نبوغ مارکس، خوشنامی کوروش، دین کدیور، دنیای رفسنجانی، شجاعت بی‌نظیر بوتو، هوش رایز، عمر خامنه‌ای و اعتماد به نفس احمدی نژاد را اعطا فرما. عجب دعای پر محتوایی کرده. و در ضمن یه مناسبتی هم هست میدونم میخوای راجبش صحبت بکنی. بله، به روز 10 بهمن روزی که وبلاگ نویسان ایرانی این روز رو اختصاص دادن یا فراخوانی دادن که این روز تمام وبلاگ نویسان ایرانی اسم وبلاگشون رو در حمایت از دانشجویانی که در بند هستن عوض بکنن و به این به حال مسئله بپردازن. یعنی یه حرکت عمومی همونجور که تو گفتی، یک همبستگی حداقل در بین وبلاگ نویسا که یک مشکل یا معضل اجتماعی رو مطرح بکنه. آخه میدونی تعداد خیلی از این بچه‌ها که توی زندان هستن، دانشجویانی که سر 16 آذر گرفته شدن، تظاهراتی که کردن، این حرفا، چند نفرشون وبلاگ نویس هستن و
خب به خاطر هم وبلاگ‌ها و هم بقیه دانشجوها این روز رو ده بهمن و دوستان میتونن وبلاگ این کار رو انجام بدن. اونایی که وبلاگ دارن حتما پس به این مسئله بپرسن. در ضمن ما VOA جوان ایمیلمون رو اگه بگیم بد نیست که بچه‌ها بتونن تماس بگیرن. خود شما میتونن مستقیم در. بله ایمیل ما هست jawan@voanews.com که اگه با ما نظراتتون رو و چیزاتون رو بگین خیلی خوشحال میشیم. مرسی رضا، خیلی ازت سپاسگزارم. شب آهنگ رو ادامه میدیم.